مولا فرا شو که تو را بشکنند یعنی خم از علی بازور تو را و قنچه بشکف نشکفته تو را با هم و با وفات قریبانت تولد یافت بزرگ واژه ابراز داغ دلها غم. خیر مقدم عرض می کنیم به تمامی عزیزان، به خصوص یادگار امام راحل حضرت آیت الله سید حسن خمینی. دکترین هاشمی رفسنجانی برای اداره کشور دکترین صلح و توسعه بودشون، اهمیت زیادی برای تأمین رفاه مردم میدادن و سعیشون بر این بود که در مسیر یک توسعه متعادل، یک توسعه متوازن، حتی یک توسعه پایدار مشکلات مردم به صورت جدی حل بشه و کشورمون ایران در مسیر توسعه آبرومندی قرار بگیره. و میدونیم که باید طوری عمل میکردیم و بکنیم که برای حفظ ارزش‌ها فشار زیاد به مردم وارد نشه و طوری با میانه‌وری پیش بریم که کمترین فشار و مشکل برای مردم ایجاد بشه، ضمن این که بتوانیم انشاءالله تمام ارزش‌ها و اهداف انقلاب رو هم در مسیر خودش داشته باشه. دو تا شاخص برای عدالت و برابری در جامعه وجود دارد، یکی ضریب چینی است و دیگر نسبت هزینه دهک پردرآمد به دهک کم درآمد است. بنده به عنوان یک مسئول در این کشور در سازمان برنامه و بودجه عرض میکنم بهترین اعداد و ارقام در ضریب جینی و عدالت اجتماعی که نسبت مصرف هست در دوره این شخصیت بزرگ ما حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. ضمن این که بحث رشد اقتصادی و توسعه رو با گام‌های بلند طی کردن برای کسانی که دغدغه عدالت اجتماعی دارن و تصور می‌کردن که ما در اون دوران از عدالت اجتماعی فاصله گرفتیم، دارم مستند خدمت شما عرض می‌کنم که این مرد با مدیریت شایسته خودش بعد از همه اقدامات علمی، دفاع مقدس و اون مبارزات تاریخی با استکبار و استبداد داخلی توانست اون زمانی که مدیریت بودشون بود عنوان یک شخصیت ممتاز توانمندی روحانیت رو در راستای آنچه که حضرت امام انتظار داشتند متعین بود. السابقون السابقون اولئک المقربون. در چهارمین زمستان فرقانت در کنار تو به مرادت گرد هم آمده به یاد روزهایی که با او بودی و از او میگفتی، همه حسرت آن روزگاه میخورند. از زمانی که باب عرصه وجود گذاشتی و خود را شناختی در همسایگی امام قرار گرفتی، آن هم به دست سرنوشت. با او خوشی و ناخوشی را تجربه کردی. در دورانی که از پدر معنوی فرزانت دور بودی با امید به روزگاری که این همجمعی تکرار شود سعی و کوشش نمودی و همه سختی ها و شکنجه های خارج از توان را تحمل کردی و دم بر نیاوردی، بلکه عاشقوار ریشه نهال نورسی را که با هم رزمانت و هم فکرانت از آب و گل درآوردی و به بار نشاندی تا شاخهای این درخت تنومند به آسمان برسد. مرحوم آقای هاشمی مرد روزهای سختی بود. از الطاف بیکرانی که خدا در حق بنده کرده
بسیار زیاده. یکیش آشنایی بسیار نزدیکی بود که به سبب لطف ایشون البته به امام، محبتشون نسبت به امام، لطفشون به بنده شامل حال من شد. آقای هاشمی مرد روزهای سختی بود، اهل فرار بود. زندگیشون رو نگاه بکنید، قبل از انقلاب تا پای اعدام رفته، از مبارزین مسلمان پیش از انقلاب شما کمتر کسی رو دارید که تا پای اعدام رفته باشه. البته داریم کسان دیگری هم. مرد روزهای سخت اول انقلاب بود. ما روزهای اول انقلاب رو خیلی از روی عقل درک نکردیم، ولی بعدها این رو به صورت تاریخوار هم شنیدیم و هم خوندیم. روزهای سختی بود. مرد روزهای سخت جنگ. داستان جنگ ما داستان جنگ یک ملت مظلوم در مقابل یک قدرت نبود، در مقابل همه قدرت ها بود. این مقدارش و اواخرش خب ما به اندازه عمر کوتاه ما، عمر کممون که اون وقت داشتیم، سن کمی که داشتیم، درک کرده بودیم. از هر جایی می آمد. گفت در کربلا شمشیردار با شمشیر میزد، نیزه‌دار با نیزه میزد، اونم که هیچ نداشت سنگ میزد. این اقمار امریکا در منطقه هم که زوبشون نمیرسید سنگ میزدن. از امریکا و اون زمان شوروی و انگلیس و سوپرتاندارت ها و میراژ ها و میگ ها و همه دنیا پشت سر صدام بودند. قهرمان جنگ آقای هاشمی بود. البته آقای هاشمی قهرمان صلح بود، ولی سرمون رو بالا میگیریم، آقای هاشمی قهرمان جنگ هم بود. جنگ ما دفاع بسیار افتخار آفرینی است، سرشکستگی نداره، جانشین فرمانده کل قواست، از عملیات خیبر متصدی جنگ خیبر، بعد عملیات الفجر 8 سال 64، عملیات کربلا 5 سال 65، بعد بردن عملیات ها به منطقه غرب، سلسله عملیات های الفجر ها در مناطق مختلف. نکته ای رو اینجا از یکی از آقایون اشاره کردم، فکر کنم آقای جعفری گفته بودن، هر وقت این بزرگوار میرفت که به سمت جبهه بره، امام اینجا گوسفند نذر کنند به اینکه این مرد سالم بره و سالم برگرده. قهرمان جنگ، البته با علقه که با امام هم داره. آقای هاشمی اهل ایستادگی بود. ایستادگی بر چی؟ ایستادگی یک، بر ارتباطی که با امام داشت. اون دورانهایی که بعضا به ایشون هجمه کردن، یه بیت شعری رو مقام معظم رهبری خوندند که بدونید به کی دارید چیز میگید. گفت مؤذن بانگ ناهنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است.